سلام دوستان، خیلی خوشحال هستم که با فایل جدید در خدمت شما هستم. فایل امشب ما مربوط به انرژی یک شنبه 16 آبان هست. با هم ببینیم چه انرژی با ما همراهی میکنه. دوستان، فایل روشی که امشب فایل میگیرم با شبهای دیگه متفاوت هست. خب اول انرژی میریزیم، بعد برای هر دامنه سعی میکنم نگاه کنم و اینکه در آخر روی فوکوسی میکنیم، روی زومی میکنیم روی مسائل به قولن عاطفی. خب ببینیم چه انرژی با ما همراهی میکنه. ولی قبل از اون دوستان، خوش آمد میگم به افرادی که تازه عضو کانال شدن. دوستان خیلی خیلی خوش آمدین و همچنین سپاس فراوان از شما یاران که با من هستین. خیلی ممنون از کامنتاتون، خیلی ممنون از توجه شما، شما به من دلگرمی میدین. دوستان اگر تا حالا عضو کانال نشدین، لطف کنین اون دکمه پایین رو فشار بدین تا عضو این کانال بشین و اگر دوست دارین لطف کنین این کانال رو به اطرافیان هم معرفی کنین تا به لطف همه این کانال بزرگ و بزرگتر بشه. بریم سراغ فالمون و ببینیم چه انرژی با عزیزان همراهی میکنه. انرژی ده آتش افتاده دوستان. این انرژی حرف از این میزنه که عزیزانی هستن، که دوستانی هستن که خسته هستن، بار زیادی دارن، ممکنه که دوره سختی از زندگیشون رو دارن پشت سر میگذارن. عزیزانی هستن که ممکنه که دیگه به دستاشون نمیکشه، دیگه پاهاشون نمیکشه، مقصد دور هست و بار اونها سنگی. مواظب افسردگی باشین از این دوره. خب بریم ببینیم کارتای بعدی به اون چی میگن. پس عزیزانی هستن که بسیار خسته هستن. کارتی هستش که کارت حرف از برگشت میزنه و همچنین کارتی هستش که حرف از هم ببینین جدایی میزنه و هم از برگشت. ممکنه که مسئله از گذشته به سمت ما برگرده دوستان. ممکنه عزیزانی هستن که در مورد مسائل احساسیشون خسته شدن و اینکه امید به بازگشت شخصی در زندگیشون دارن. هنوز به هم ببین کارت مرگ افتاده، هیچ کس نمیره دوستان. تغییر و تحول، تغییر و تحولی که برای ما ممکنه که مقداری دردناک هست. چیزی داریم تو زندگیمون میکشیم، مسئله تمام شده و اینکه داریم به سمت جلو میریم. خب ببینیم که کارت بعدی بهمون چی میگه. خب دوستان، این کارت کارتی هستش که حرف از دفع خشم، کنترل خیشتن، احساسات و تمایلات جنسی رو بهمون میزنه. امیدوارم که بیشتر تمایلات جنسی باشه تا اینکه بخوایم خشم خودمون رو کنترل کنیم. خب من یک توضیح از این کارتا میدم و بعد میریم سراغ هر دامنه از زندگی. پس عزیزانی هستن که ممکنه که خسته هستن و اینکه شاید مسئله جدایی خیلی بدی داشتن، شاید یک مسئله از گذشته سراغشون اومده و اینکه دوست و اینکه در حال یک پوست انداختن هستن. در واقع تغییر تحولی داره واسهشون میاد که این تغییر تحول ولو اینکه دردناک باشه راهی جز پذیرششون ندارن و اینکه عزیزانی هستن که دارن به خودشون، به احساسات و هیجانات خودشون به
قولن مسلط میشم. خب بریم ببینیم که اول در دامنه کاری بیم نگاه. در دامنه کاری برای عزیزان چه اتفاقی میفته؟ اشخاصی هستن که دوستان نگاه کنیم، اشخاصی هستن که باید تصمیم بگیرن، مسائل برشون روشن هست و در مورد مسائل کاریشون باید تصمیم بگیرن. براشون ببینید خورشید و روشنایی افتاده، مسائل اونجوری که هستش، موفقیت افتاده در مورد مسائل کاری داره براشون پیش میره. من دو کارت رو برمیدارم و اینکه میزنم سر جاش. کارتی که افتاد اینجا دوستان ممکنه که افرادی بودن که در مورد مسائل کاری در قلبشون درد بوده، خیانتی بهشون در مورد مسائل کاری شده بوده. و ببینیم که کارت بعدی اون چی میگه. کارت بعدی میگه که مقداری در گذشته نزدیک شکی داشتن، مسائل برشون اونجور که باید و شاید روشن نبوده، ولی این خورشید داریم میبینیم که مسائل داره روشن میکنه، موفقیت افتاده. و اینکه عزیزانی هستن که در حال حاضر عزمشون رو جزم کردن، انگیزه دارن و اینکه راهی رو میخوام برن، یا راهی رو میخوام برن برای کارشون، یا اینکه واقعا انگیزه دارن که جلو برن توی مسائل کاری. برای که ببینید بابار اینجا تصمیم گرفتن و اینجا موفقیت افتاده بود برای دوستان. ببینید کارتی که بعدی که افتاده، ببینید دوستان مواظب باشین که در مورد مسائل کاری احساس بدی بهتون دست نده، چیزی رو از دست ندید. به خاطر که اینجا من دیدم یک خیانتی بود، مسائل مبهم هستن، ما داریم یک مسئله رو چیز میکنیم دست میگیریم، ولی این مسئله هنوز نوپا هستش. خب ببینیم شما در مورد مسائل کاری دیگه. در مورد مسائل کاری دوستان خیلی داریم با درایت جلو میریم، صبر میکنیم، مسائل اونجوری که باید نگاه میکنیم، تجزیه تحلیل میکنیم و اینکه با نقشه داریم جلو میریم. و اینکه ببینیم مسائل کار اون جایی یعنی شخصی که حالا یا اشخاصی که دور و بر ما هستن یا اینکه محیطی که ما توشون هستیم، نمی‌کنه یک چیز مسئله‌ای هستش که انگاری برنامه آنچنان نداره، میدونین دلو به دریا زدن، حالا ریسک میکنم، یه همچون حالتی. ببینم که کارت بعدی برای تو چی افتاده. کارت بعدی برای عزیزان چیزی که شما دوستانه یه قرار داد داشته باشین، یک به قولن مشارکت خوب و درست حسابه، یک چیزی باشه که مدرکی باشه، چیزی باشه که بتونین روش حساب کنین، یک کاری باشه که بتونین روش حساب کنین، متعادل و متوازن. و ببینیم نتیجهش چی میگه. نتیجهش داره به شما میگه که بله، شما تصمیمی رو میگیرین ببینین و واقعا عزمتون رو جذب کردین که موفق بشین، دارین توی دل شکم مسائل میرین دوستان و مسائل دارن خیلی سریع و سر برای شما از نظر کاری جلو میرن. دوستان مواظب این باشین که که کسی، شخصی، کار، چیزی بهتون این حالت بد رو نده، کسی سرتون کلاه نذاره. این در مورد مسائل کاری بود. خب حالا بریم ببینیم برای عزیزان در مورد مسائل مالی چه اتفاقی براتون داره، چه انرژی باتون همراه میکنه. اینو امتحان این کارو میکنم بعد من اگر که ببینم به چه صورت خواهد. خب این در مورد مسائل مالی، در مورد مسائل مالی فقط من این سلیب رو میکشم دیگه، اون کناری رو به خاطر مسائل کاری دیدم یک کارتی افتاد که خوشم نمیومد کاملش کردم. ولی خب ببینم که در مورد مسائل مالی خیلی کارت افتاد، درد نمیخوره اینقدر کارت. من تا فردا صبح باید چیز کنیم. خب دوستان در مورد مسائل کاری مالی دوستان عزیزانی هستن، ببینید کار چند بارم افتاده بود توی مسائل مالی وقتی گذشته، عزیزانی هستن که میترسن که خیانتی بهشون بشه، از این مسئله واقعا میترسن، یک ترسی دارن توی مسائل مالی.
قلب دردی دارن در مورد مسائل مالی، و اینکه چیزی رو که دوست دارن این هستش که به یک قراردادی، به یک چیز مستحکم و اینکه متعادلی از نظر مالی برسن، به یک شرایط متوازنی برسن. و اینکه دوستانی هستن که در مورد مسائل مالیشون در گذشته دور آنچنان دید روشنی نداشتن، مسائل برشون مقدار مبهم بوده، اونجوری که باید شفافیتی روی مسائل مالیشون وجود نداشته، و اینکه دارم میبینم که در گذشته نه چندان دور تصمیم گرفتن مسائل مالیشون به دست بگیرن، و اینکه اینجا دارم میبینم که عزیزانی هستن که ببینید انگاری واقعا ندامت و پشیمان چیزی هستن در مورد مسائل مادیشون. و ببینیم کارت بعدی داره بهمون چی میگه. کارت بعدی داره بهمون میگه دوستان مواظب باشین، شما دارین استقامت میکنین در مورد مسائل مالیتون، ببینید ایستادین و پشتکار دارین و مطمئن هستین که شما بالاخره به آخر این مشکلاتتون دارین میرسین. خسته هستین، در واقع خسته هستین، ولی خب استقامت دارین میکنین، ضعیف هستین ولی سر پا هستین. پس استقامت افتاده براتون در مورد مسائل مالی دوستان، و بریم ببینیم در مورد مسائل احساسی چه چیزی بهمون میگه. برای شما دوستان در مورد مسائل احساسی چهارچوب زندگی افتاده، شادی و پایکوبی افتاده، چیزی واقعا مستحکم و محکم، چیزی که شما میترسین. بازم دو کارت افتاده، من دارو میذارم براتون. شما میترسین که بهتون خیانتی بشه از نظر عاطفی، نگاه کنین دوستان، و همچنین شما دوست دارین که این پایکوبی، این شادی رو با شخص احساسی، با شخصی داشته باشه. همش رو دو تا کارت میفته، اشکال نداره. شما ببینین احساس در گذشته دور احساس طرد شدن میکردین، بدبختی یا بیچارگی، همون احساس بی خانمان بودن، و اینکه داستانی رو داشتین پشت سر می‌گذاشتین، آب‌های متلاطمی رو پشت سر گذاشتین در گذشته دور، در گذشته نزدیک، در گذشته نزدیک برای مسئله زوجی که شما متعادل و متوازن و زوجی که دوست داشتین داشته باشین در حال تصمیم گیری بودین، یا یعنی اینکه واقعا اشخاصی هم بودن که مشکل صحبت کردن با شخص احساسیشون داشتن، به هر حال باید تصمیمی در مورد زوج که خواهد بود یا اینکه وجود داشته باید تصمیم میگرفتیم. خب. و اینکه شما الان خیلی یواش، محتاطانه و بدون اعتماد به نفس دارین توی مسائل احساسی جلو میرین. عزیزانی هستن که تازه دارن یک کاری رو انجام میدن، یه راه خیلی کوچیکی دارن در ابتدای راه هستن. برای من این کارت حلزون هست، مسائل خیلی یواش دارن جلو میرن. خب حالا یواش جلو میرن و دارن جلو میرن، و دارم میبینم اینجا عزیزانی هستن که احساس میکنن که بستگی دارن و خودشون رو دارن از این بستگی در میانن، سعی میکنن خودشون رو رها کنن. دوستان تو این شرایط نباید باشی، هیچ کس و هیچ چیزی حق نداره که ما رو توی این شرایط یا توی این شرایط بزن، قلب ما رو اینجور کنه یا حال ما رو این کار کنه، هیچ کس ارزشش رو نداره. خب دوستان حالا بریم ببینیم با هم دیگه چه اتفاقی ببخشید برای دوستان. با خانم ایزابل سرف یه دونه کارت بکشم براتون، ببینم چه اتفاقی براتون.
میگه که تغییرات مثبت در یک رابطه ای که وجود داره یا وجود داشته. بله عزیزان و بریم ببینیم که خانم دورین بیارد چی بود شد چرا میگم میگه که در مورد زندگی احساسیتون مثبت باشین و مثبت بمونید. خب حالا بریم ببینیم که خانم ها در مورد آقایون چه چیزی میگن. خانمی ساکت، من میخوام با تو حرف بزنم ولی نمیتونم. میخوام که تو برای من بنویسی یا تو قدم اول برداری. خانمی هستش که همه چیز رو به تاخیر میندازه. من همه چیز رو به فردا میندازم. من بسیار برای اینکه خود به خودم انگیزه بدم مشکل دارم. پس هایی میدونیم که مسئله برای یک سری از خانم‌ها از نظر احساسی درست نیست. آنچنان انگیزه ای ندارم توی مسئله احساسیشون در حال حاضر. و ببینیم که آقایون چی میگن. آقایون میگن که آقایی آزاد شده، من از همه ترس هام آزاد شدم، رها شدم، من یک مرد جدید هستم. و آقایی هستش که به حس ششمش توجه میکنه. من به حس ششمم توجه میکنم. من با تو نشانه های زیادی دارم. من بهتون میگم آقایون این آخرا خیلی مثبت‌تر و انرژی مؤنثشون بیشتر، قوت مؤنثش بیشتر از خانم متعادل شده. خب دوستان، من کارت های جدیدی رو داشتم واسه اینکه سخنی از شخص احساسیمون بگم چه در مورد ما میگه. امیدوارم که این فال خوشتون اومده باشه. اون کارت ها رو من الان در دسترسم نیستن، از فردا سعی میکنم براتون بذارم. فقط به من نظرتون در مورد فال بگین، آیا اینجوری دوست دارین ادامه بدیم یا اینکه مثل قبل تابلو. من خودم به شخص تابلو رو بیشتر دوست دارم، چون انرژی که تابلو میده خیلی بیشتر از انرژی اینکه هر کدومو تیکه تیکه جدا جدا اینجوری بخوام براتون بگیرم و فوکوس کنم. ولی خب در مورد این چیزا به من بگیم، یادم رفته بود. چیز دیگه هم داریم دوستان، نیت کنید تا اینکه من یک کارت براتون بکشم لطفا. داشت یادم میرفت. آب میگه به تفاهم رسیدن براتون. یک راه حلی پیدا میکنین که برای هر دو نفر خوب باشه. نه اون چیزی باشه که شما باشه بخواین، نه اون چیزی باشه که اون طرف بخواد. یک میانه پیدا میکنین. حالا ببینیم که جادوگرا چی به ما میگن. جادوگرا میگن که عشق را تقسیم کن. میکنین کارت دوستان. منظورش این هستش که دوروبرمون با دیگران مهربان باشیم و اینکه احساساتمون رو بهشون بیان کنیم. ممکنه که
ما هر روز عزیزانی هستن دور و برمون، میبینیمشون ولی هیچ وقت بهشون ابراز اینکه احساس ما در مقابلشون چی هست رو نمیکنیم. پس دعوت به این هستش که به عزیزانی که دوستشون داریم بهشون بگیم حداقل دوستت دارم. خب و عزیزان در گذشته، اسم این کارت خنده بچگانه هست. این چیزی که دلتنگم میکنه در این لحظات خندیدن شما هست. آیا تو متوجه شدی در زمانی که یک طفل، یک کودک میخنده، خنده‌ای بسیار پرحرف، مثل یک آهنگی که ما رو به ارتعاشات ما رو بالا میبره. دفعه بعدی که تو میخندی با قلبت، من در کنار تو خواهم بود برای که از اون بهره‌مند بشم. خب دوستان، پس لطف کنین نظرتون رو بدین، به این روش ادامه بدین یا روش قبلی ادامه بدیم. من خودم به اون روش قبلی دوستانم ادامه بدم، و اگر دوستانیم که من به صورت روزانه اگر وقت کنم، روزی چند تا کار در مورد سخنان شخص احساسی براتون بذارم. پس منتظر پاسخاتون هستم. روز روزگار خوش و تا فال دیگه. خدا نگهدار.